بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. ما اومدیم زیارت ولی دوستان انقدر پیام دادن که مجبور شدم یه ویدیو فوری ضبط کنم درباره ترور سید حسن نصرالله. عرضم به حضورتون که اگر روزی این خبر رو شنیدید و خدای نکرده این اتفاق افتاد، هیچ تعجب نکنید. صهیونیست ها ذاتشون با ترور گره خورده و برای اینکه به اهدافشون برسن هر جنایتی رو مرتکب میشن، پس این جای تعجب نداره. اما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، فقط ادعاست که سید حسن نصرالله ترور شده است، که انشالله اینطور نیست و جایشون امنه. اما خب این یک باگ دیگه، یک باگ امنیتیه که در چند روز گذشته چندین فرمانده از حزب الله رو ترور کردن و اینها هیچ خط قرمزی ندارن. منتها خب این حجم از حملات به ضاحیه جنوبی بیروت نشان از استیصال اسقاطیل هست و به نوعی ضرباتی که از محور مقاومت خوردن اونها را عصبانی کرده. به هر حال اگر خبری به دست ما برسه انشاءالله در کانال تلگرام و ایتا منتشر میکنیم. اما با این حال جایی هیچ نگرانی وجود نداره. اسلام از ابتدا قائم به اشخاص نبوده، فقط 14 معصوم هستن که به هر حال الان هم در زمان غیبت آقای امام زمان سلام الله علیه هستیم و دنیا به واسطه وجود این بزرگواران هست که پا بر جاست. ما بقی همه میان و میرن، اما محور مقاومت هست، مبارزه با استکبار هست و این ادامه داره. تو این راه هم تو برنامه قبلی گفتم باید شهید داد، باید خون داد. این درخت تنومند انقلاب اسلامی و ریشه مستحکم اون با خون همین شهدا آبیاری شده که امروز بعد از 45 سال دشمن وجود حمله به ایران اسلامی رو نداره. اگر میبینید داره به حزب الله حمله میکنه، اگر دارید میبینید که نیروهای مقاومت رو تهدید به ترور میکنه، صرفاً به خاطر اون ضرباتی هست که خورده. الان اسقاطیلی‌ها در وضعیتی هستن که هر لحظه امکان این که باید برن به پناهگاه دیوانه‌شون میکنه. شما حساب بکنید یک زندگی رو در یک جای غصبی شروع کردید و هر موقعی که آژیر خطر به صدا در بیاد شما کلاً 90 ثانیه فرصت داری که جون خودت رو نجات بدی. یعنی زندگی رو با مرگ لحظه‌ای دارن تجربه میکنن و این خب ادامه دار خواهد بود انشالله تا زمانی که این غده سرطانی از منطقه محو و نابود بشه. تا آخرین لحظه‌ای هم که من اخبار رو چک میکردم چیزی فعلا قطعی نیست و بعید میدونم، احتمالش هم خیلی ضعیفه در این مقطع، اینکه اونها به دنبال ترور سید حسن نصرالله هستن و به شدت دنبال اینن که جا و مکان ایشون رو پیدا بکنن، هیچ شکی نیست. اما تا این لحظه الحمدلله ایشون به احتمال 99% سالم هستن، دارن مدیریت میکنن میدان رو، فرماندهان ارشد هم به هر حال جایگزین دارن و خب شما ببینید دیگه بعد از امام چه اتفاقی برای جامعه ما افتاد. سید حسن نصرالله بعد از کی اومد شد دبیر کل حزب الله؟ اشخاص میان و میرن، مهم اون هدف است که انشالله محقق شده و به زودی شاهد پیروزی بزرگ امت حزب الله و شکست اسقاطیلی‌ها خواهیم بود. سید حسن نصرالله انشالله سالمه. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.